بالاخره رسیدیم به قسمت هفتم. به اپیزود جدید اتاق بازیمون خوش اومدین. بالاخره رسیدیم به آخرش. همچین آخر آخرش هم نیستا، چون قرار بازی رزیدن اویل 8 تا چند ماه دیگه بیاد. و ما چند تا بازی هم بعد از اویل 7 داشتیم، مثل رزیدن اویل ریولیشن و یا ریمیک های بازی دوم و سوم که الحق و الانصاف بازی های بدی نیستن. مثلا رزیدن اویل 2 ریمیکش دومین بازی محبوب من تو کل مجموعه است و به نظرم اگه سازنده ها یه خورده عجله یا تنبلی تو عرضه بازی نمی کردن و یه خورده رو محتواهای اضافه بازی بیشتر کار می کردن، این بازی می شد بهترین بازی تو کل مجموعه. اگه بخوام براتون مثال بزنم، مثلا تو بازی 2 اصلیش زمانی که بازی رو تموم میکردیم میتونستیم به سناریوی بیه بازی دسترسی پیدا کنیم که اتفاقات بازی رو از یه دید جدید برای ما بازگو میکرد، ولی تو بازی ریمیک درست سناریوی بی وجود داره ولی هیچ فرقی با بازی اصلی نداره و فقط لوکیشن شروع بازی و یه سری از آیتم ها تغییر میکنه. خب بذارید زیاد به حاشیه نریم و بپردازیم به اصل ماجرا. با شروع نسل 8 یه جنبشی تو صنعت گیم راه افتاد که آقا بیاید برگردیم به ریشه ها. بازار ریمیک کردن و ریمیجین کردن تو این صنعت به شدت داغ بود، از سری دیویل میکرای بگیر تا کال آف دیوتی. ولی به نظر شخص بنده یکی از بازیایی که واقعا نیاز داره که ریبوت بشه بازی سایلنت هیل بود. بازی سایلنت هیل یکی از بازی‌های جریانساز دهه 90 میلادی بود که یه شروع طوفانی تو نسل 5 و کنسول پلی‌استیشن 1 داشت و این روند عالی رو رو نسل 6 هم داشت و عناوینی به مراتب بهتر و جذاب‌تر رو روی کنسول پلی‌استیشن 2 ریلیز کرد. ولی از اونجایی که شرکت کنامی ید طولایی داره تو خودزنی کردن، توی حرکت عجیب تیم سازنده سایلنت هیل رو از هم پاشوند و سقوط از اونجا آغاز شد. فرانچایز بدبخت مثل توپ فوتبال دست به دست بین دیولپرهای مختلف میچرخید و اونا هم هر کار نکرده‌ای که داشتن رو با این مجموعه میکردن. البته توی این بین یکی دو تا عنوان هم اومد که بازی‌های بدی هم نبودن. ولی بیاید روی بازی سایلنت هیل زیاد زوم نکنیم، چون میخوام در آینده تاریخچه این بازی هم براتون بگم. در سال 2014 یه شایعه‌ای شد که قرار کوجیما بازی سایلنت هیل رو ریبوت کنه و هممون منتظر شنیدن این خبر خوشحال کننده بودیم. توی نمایشگاه گیمزکام 2014 یه بازی معرفی شد به اسم پیتی که توسط توسعه دهنده گمنامی به اسم استیدیو 4488 ساخته شده بود. این بازی به قدری خوب بود که همه اتفاق القول معتقد بودن که یه استیدیوی تازه‌کار نمیتونه همچین اثری رو خلق کنه. و از اونجا که آقای هیدو کوجیما سابقه این لوس بازی‌ها رو داشت، همه گفتن این بازی همون سایلنت هیله. گفتم لوس بازی. قبل از اینکه طرفدار این استاد بریزن سر منو تو کامنت ها منو مورد عنایت قرار بدن، بذارید براتون توضیح بدم. زمان معرفی بازی متال گیر 5 فانتوم پین زمزمه شده بود که متال گیر 5 تو راهه. یهو نمیدونم از کجا یه تریلر تو اینترنت پخش شد از سوی یه دیولپر کاملا گمنام. گرافیک بازی خیره کننده بود. خودم اولین بار که این دمو رو دیدم یادم به دوستم گفتم این دمو سی جی و انجیل بازی نیست. به هر حال اسم اون بازی فانتوم پین بود و همه ما فکر میکردیم که یا خدا این استدیو تا حالا کجا بوده که همچین جواهری رو ساخته، که یا آقای کوجیما توی یه نمایشگاه اعلام کرد این بازی رو ما ساختیم و متال گیر 5 و همه تون سر کار بودین. و رو همین قضایا همه دست آقای کوجیما رو خوندن و گفتیم آقا ما رو فیلم نکن، این همون بازی سایلنت هیله. به خدا. بازی در روز معرفی خودش در گیمز کام یه دموی قابل بازی هم در پلی‌استیشن استور ریلیز کرد. بازی به معنای کلمه ترسناک بود. این بازی با فاصله ترسناک‌ترین تجربه من تو بازی کامپیوتریه. بازی به شدت رمزآلود بود و معمای انتهایی بازی به شدت بحث برانگیز بود که تا مدت‌ها کسی راه حل درست این معما رو نمی‌دونست و همه شانسی حلش می‌کردن. در داخل بازی شما توسط یه روح سرگردانی به اسم لیزا تعقیب می‌شید که واقعاً تجربه خوشایندی نبود. گیمرها به شدت از بازی استقبال کردن و همه معتقد بودیم که بازی سایلنت هیل به دست سازنده‌های درستی افتاده. ولی همونجوری که بارها بهتون گفتم همیشه اونجوری که میخواییم پیش نمیره. این وسط کنامی و کوجیما زدن به تیپ و تاپ به هم و قربانی که این وسط بود سایلنت هیل بود که کلن کنسل شد. حالا شاید شما بگین خب که چی؟ اینا چه ربطی به بازی رزیدن اویل حرف داره؟ ربط داره آقا، ربط داره. صبر کن تا بگم.
ربطش اینه که وقتی در نمایشگاه ایتیری سال 2016 بازی هفتم این مجموعه معرفی شد، همه گفتن ای پس کپکام هم اسکی باز بوده، ما خبر نداشتیم. توی حرکت بحث برانگیز دوربین بازی به اول شخص تغییر داده شده بود، درست مثل پیتی. محیط بازی بالکل عوض شده بود، درست مثل پیتی. و از همه مهمتر، کپکام در روز معرفی یه دموی قابل بازی در اختیار گیمرها گذاشته بود. بله درست حد زدین، دقیقا مثل بازی پیتی. ولی خب درسته، حالا ممکنه کپکام از هایپی که پیتی داشته استفاده کرده باشه، ولی اینجوری هم نبوده که اونا فقط بخوام از کنابی تقلید کنن. برای اینکه بهتر این بازی رو بررسی کنیم، مثل همیشه برمیگردیم به گذشته. بعد از عرضه بازی ششم، خود کپکام هم فهمید چه مجموعه و کاسه چه کنم دستشون گرفته بودن. اونا کاری نبود که با این مجموعه انجام نداده باشن، از کارات بازی گرفته تا کنترل هواپیما و موتورسیکلت. بازخورد گیمرها به بازی به شدت منفی بود و باعث شده بود یه ضربه اساسی به فرانچایز وارد بشه. سران کپکام به خوبی میدونستن که اشتباه دیگه یعنی تیر خلاص به این مجموعه. شرایط خوبی نبود برای این مجموعه. در این بین یه اتفاق امیدوار کننده افتاد. یه تیم کوچولو تو شرکت کپکام مشغول ساختن یه بازی کوچولو روی دستگاه 3DS شدن. 3DS. این تیم به رهبری آقای کوشیناکانیشی چالش بزرگی رو پیش روی خودش داشت، چون کنسول تازه ریلیز شده نینتندو به شدت از لحاظ سخت افزاری ضعیف بود و همین ضعف کنسول هم باعث ایجاد یه توفیق اجباری برای مجموعه شد. تیم سازنده متوجه شد به علت ضعف قدرت پردازشی این کنسول، اونا نمیتونن به طور همزمان چند NPC رو در صفحه داشته باشن و این یعنی عملا بازی نمیتونست اکشن طراحی بشه. پس اونا تصمیم گرفتن بازی رو برگردونن به ریشه های خودش، یعنی سوایور هارو. و این چرخش در طراحی به طور عجیبی جواب داد. بازی به شدت مورد توجه منتقدا و گیمرها قرار گرفت و تونست نمرات بسیار خوبی هم بگیره. سرانه کپکام بعد از کلی تصمیمات غلط بالاخره یه تصمیم درست گرفت و اونم این بود که آقای ناکانیشی رو مأمور ساخت بازی رزیدنت اویل 7 کرد. آقای ناکانیشی تصمیم گرفت که این مجموعه رو کلن زیر رو کنه. خیلی ها میگن تغییر دوربین بازی یه کپی برداری از مجموعه سایلنت هیل و بازی پیتیه. من نمیگم که موفقیت بازی پی تی بی تأثیر نبوده، ولی همونطور که قبلا هم گفتم بازی رزیدنت اویل 1 اصلا قرار بود اول شخص طراحی بشه. البته ساختار شکنی آقای ناکانیشی فقط مربوط به تغییر دوربین نمیشد. اون برای اولین بار تو مجموعه از یه نویسنده غربی دعوت کرد که بیاد داستان بازی رو بنویسه. ولی یه حال و هوای غربی به بازی بده و این باعث شد که خیلی از رسانه‌های ژاپنی بهش انتقاد کنه. به هر حال بازی طبق برنامه در سال 2017 ریلیز شد. بازی خوبی بود، خود من که خوشم اومد. البته 100% به خوبی بازی سگانه اولی نیست، ولی به مراتب خیلی 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 بهتر از شماره 6. اگه فکر میکنین که بازی 4 به کلی فضای بازی رو عوض کرده، پس بازی 7 ببینید چی میگین؟ تو بازی 4 یه چند تا از شخصیت‌های بازی هستن، ولی تو بازی 7 هیچ کدوم از اونا نمیبینید. ما تو بازی با یه شخصیتی روبرو هستیم به اسم ایتن که همسرش چند سالی هست که مرده اعلام شده، ولی در اول بازی اون یه پیغامی از زنش دریافت میکنه. چرا شبیه داستان سایلنت هیله؟ خط داستانی بازی به شدت شبیه فیلم‌های هالیوودی شده و یه جاهایی از بازی که انگار کپی پیست شده، مثلا فضای خونه بیکرها به شدت شبیه فیلم کشتار با اره برقی تو تکساسه. حتی میز شام در بازی دقیقاً کپی پیست همین فیلمه. بازی توی حرکت هوشمندانه اکشن رو به کلی کنار گذاشته و سعی کرده با ایجاد فضاسازی و اتمسفر مخاطب خودش رو بترسونه، که البته به نظر من جنس ترسی که بازی به شما میده خیلی متفاوته از نوع ترسی که سه بازی اول بهتون میده. تو سه بازی اول شما احساس تنهایی و ناامیدی میکنید، ولی تو بازی جدید حس ترس از نوع فیلمای اسلشره، که این به خودی خود چیز بدی نیست و بازی موفق میشه شما رو توی خیلی از جاها بترسونه. به نظر من شما میتونید بازی رو به دو بخش تقسیم کنی، خونه خانواده بکر و کشتی، که بخش اول بازی به مراتب بهتر عمل میکنه، هم ترسناکتره
هم جذابتر. داخل بازی ما خانواده بیکر رو داریم که هر کدوم از اونا مانند نیمیسس ما رو داخل خونه تعقیب میکنه و همین تعقیب و گریزها واقعا لحظات نفسگیری رو تو بازی ایجاد میکنه. در بازی مهمات به شدت کمه و شما باید سعی کنید بیشتر از دست دشمنتون فرار کنید تا با اونا درگیر بشید. اینم اینجا بگم که تنوع دشمنا تو بازی بسیار کمه و شاید این یکی از ایرادهای این بازیه. بازی جز اولین بازیایی بود که از تکنولوژی VR پشتیبانی میکرد. خود من VR این بازی رو تجربه نکردم ولی دوستانی که امتحان کردن میگن بازی تجربه خوب و متفاوتی رو ارائه میده. بازی با واکنش مثبت منتقدها و استقبال گیمرها روبرو شد و فروش خوبی هم داشت. و حالا میریم سر اصل موضوع که داستان بازیه. در جون سال 2017 ایتن یه پیغامی از همسرش میا دریافت میکنه. هلو. اون میا نه، این میا. و تصمیم میگیره به دنبال همسرش میا که در سال 2014 مرده اعلام شده ولی جنازش هیچ وقت پیدا نشده بره. بعد از یک سری کند و کاش ایتن همسرش رو در زیر زمین یه خانه متروکه پیدا میکنه که زندانی شده. پس آزادش میکنه و میا بهش میگه که راه فرار از خونه رو بلده. ولی یوهو میاد دیوونه میشه و به ایتن حمله میکنه و ایتن میزنه ناکارش میکنه. در همین بین ایتن یه تماس از یه زنی به اسم زوی دریافت میکنه که بهش میگه میتونه کمکش کنه. یوهو تو این بین میا که انگار از گور برگشته به ایتن حمله میکنه و دست ایتن رو با اره برقی قطع میکنه و ایتن هم این دفعه دیگه واقعا میزنه میا رو ناکار میکنه. در همین لحظه توسط جک بیکر غافلگیر میشه و اونم میزنه بیهوشش میکنه. آقا اینجا خیلی خنده داره. میان دست ایتن رو دوباره براش میچسبونن. دسته هم مثل روز اولش کار میکنه. تو سکانس بعدی ما با خانواده بیکر آشنا میشیم. توی سکانس دقیقا مثل سکانس شام فیلم کشتار با اره برقی. خانواده بیکن شامل جک، همسرش مارگاریتا و پسرشون لوکاس و یه پیرزن مرموز که روی یه صندلی چخدار نشسته. ایتن موفق به فرار میشه ولی همش توسط جک تو خونه تعقیب میشه و ایتن اونجا متوجه قدرت فرارانسانی جک میشه و در آخر هم به طرز چندش آوری نابودش میکنه. زوی به ایتن میگه که اون در واقع دختر جک هستش و در واقع خانواده بیکن و میا به ویروس آلوده شدن ولی توسط یه سرم خاص قابل درمان هستن. ایتن در جستجوی سرم به یه کلبه قدیمی میره و در اونجا با مارگاریتا درگیر میشه و اونو نابود میکنه. لوکاس، زوی و میا رو گروگان میگیره و ایتن هم برای نجات اونا میره سر وقت لوکاس. زوی دوتا سرم درست میکنه ولی اونا توسط لوکاس مورد حمله قرار میگیرن که حالا تبدیل شده به یه هیولا و ایتن هم برای نابود کردن اون مجبور میشه از یکی از سرم ها استفاده کنه. و اینجا بازیکن دو تا انتخاب داره که سرم باقی مونده رو یا به میا تزریق کنه یا به زویی. اگه بازیکن زویی رو انتخاب کنه باعث میشه که قلب میا بشکنه. ایتن بهش میگه سریعا با کمک برمیگرده و همراه با قایق و زویی میا رو ترک میکنن. وقتی که با زویی در قایق هستین اون بهتون میگه که خانواده بیکن در واقع آدم های خوبی بودن که آلوده به ویروس شدن زمانی که میا با یه دختری به نام اولین به خونه اونها پناه آوردن. و در همین بین اونا یه کشتی رو میبینن که به گل نشسته و این همون کشتی هستش که میا توش کار میکرده و یه ها نمیدونم از کجا اولین به زویی حمله میکنه و تبدیل به سنگش میکنه و یه موجود کریه المنظر به قایق اونا حمله میکنه و ایتن رو داخل آب میندازه. حالا اگه بازیکن انتخاب کنه که میا رو نجات بده که عقل سلیم هم همینو میگه، شما همراه با میا فرار میکنین و توی راه همون کشتی رو میبینید که یوهو همون هیولای دوباره بهتون حمله میکنه و جفتتون رو میندازه تو آب. What the fuck? What is that?
تو سکانس بعدی ما کنترل میا رو دست میگیریم که به هوش اومده و تو کشتی شروع به گشتن به دنبال ایتم میکنه که یهو ویژن هایی از گذشته رو میبینه و اونجا متوجه میشیم که میا و فردی به نام آلن در اصل مأمور محافظت از اولین که یه سلاح بیولوژیکی هستش بودن و مأمور بودن که اونو از کشور خارج کنن که طبق کلیشه همیشگی از کنترل خارج میشه و کنترل کشتی رو دست گرفته. آلن رو کشته و میا رو آلوده کرده و اونو مجبور کرده نقش مادرش رو بازی کنه. میا ایتن رو پیدا میکنه و کد ژنتیکی اولین رو بهش میده. حالا اینجا اگه گیمر در قبل سرام رو به میا تزریق کرده باشه، میا اجازه نمیده که اولین کنترلش کنه و ایتن رو از کشتی فراری میده. ولی اگه بازیکن واکسن رو به زویی زده باشه، میا اینجا کنترلش از دست میده و شما چاره ندارین جز اینکه میا رو بکشین. از این وقایع ایتن موفق به پیدا کردن یه آزمایشگاه سری میشه و اونجا متوجه میشه که اولین یه سلاح بیولوژیکی فوق‌العاده خطرناکه که وقتی که قربانیای خودش رو آلوده کنه میتونه کنترل اونا رو تو دست خودش بگیره و رفتار و قدرت عجیب و غریب خانواده بیکن هم همین بوده. اولین همیشه دلش میخواسته که یه خانواده داشته باشه و دلیل آلوده کردن میا و خانواده بیکن هم همین بوده. ایتن با استفاده از لوازم آزمایشگاه و کدهایی که میا در اختیارش گذاشته موفق میشه یه سمیه درست کنه که اولین رو نابود کنه و بعد هم به وسیله یه تونل مخفی به خونه بیکن ها بر میگرده. در اونجا اون ویژن های از اولین میبینه ولی اجازه نمیده که اولین مغزش رو کنترل کنه و سمو بهش تزریق میکنه و چهره واقعی اولین رو میبینه. حالا فکر میکنین چهره واقعی اولین چه شکلیه؟ همون پیرزنه بود اول بازی کنار میز نشسته بود رو ویلچر. اون در واقع اولینه که بعد از وقایع کشتی به طور عجیبی پیر شده. بعد از تزریق سم اولین تبدیل به یه هیولا میشه و مبارزه پایانی بازی اونجا اتفاق میفته و در لحظه آخر نیروهای نجات میرسن و شما رو از مهلک نجات میدن. حالا شما فکر میکنید داخل هلیکوپتر نجات کی هستش؟ کریس ردفیلد. کریس شما و میا رو از اونجا نجات میده و در لحظه آخر این بازی یک کلیف‌هنگر به ما نشون میده که به شدت جذابه و اونم اینه که رو هلیکوپتر آرم شرکت آمبرلا خورده. یعنی کریس داره برای آمبرلا کار میکنه؟ به هر حال همونطوری که دیدید داستان بازی خیلی حس و حال فیلم‌های هالیوودی رو به خودش گرفته و بیشتر شبیه به یه فیلم خوش ساخت شده. بعضی از طرفدارای مجموعه این بازی رو دوست ندارن و میگن این بازی دیگه رزیدنت اویل نیستش. درسته شباهت این بازی به مجموعه اصلی خیلی کمه، ولی تغییرات به نظر من در راستای بازگشت به ریشه بازی بوده. تو این بازی دیگه خبری از اکشن و بکش بکش نیست و کسی نیست که این بازی رو کرده باشه و حداقل دو تا سه بار با جامپ اسکرهای بازی از جا نپریده باشه. به نظر من این بازی در مسیر درستی رفته، ولی ای کاش دوربینش سوم شخص بود. به نظر من طرفدارهای این بازی باید این عنوان رو تجربه کنن، چون بازی تمام المان‌های یه بازی خوبو داره. دوستان، این آخرین قسمت از مجموعه رزیدنت اویل بود. البته فعلا و زمانی که دارید این ویدیو رو میبینید رأی‌گیری مجموعه بعدی تو پیج اینستاگرام انجام شده و مجموعه بعدی مشخص شده. دوستان میخواستم از این فرصت استفاده کنم تا از یک سری از استریمرها و یوتیوبرهای عزیزی که به من کمک کردن تا بهتر دیده بشم تشکر کنم. افرادی مثل آقای امیر ایزد، کانال ورد آف فکت، هاشم هایزنبرگ و آریا کوکسر و کوسر عزیز که بدون کوچکترین توقعی از روی لطف به من کمک کردن. شما 100% این بزرگان رو میشناسین
و من مطمئنم که این عزیزان نیاز به تشکر من ندارن، ولی خب به رسم ادب من این کار رو انجام میدم و همچنین دوست دارم از فالوورهای عزیز پیج اینستاگرامم تشکر کنم که واقعا توی این مسیر کمکم کردن. و در آخر از شما دوست عزیزی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین و بهتون بگم هیچ کدوم از این اتفاقات خوب بدون لطف شما امکان پذیر نبود. و در آخر مرسی که با من همراه بودید و امیدوارم از تاریخچه این مجموعه لذت برده باشید. دوستان یادتون نره کلید سابسکرایب رو بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین، اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیوی بعدی من مطلع بشین. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام هم نوشتم، خوشحال میشم که وارد بشین و فالو کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.